گایز، من لنا هستم و خیلی خوش اومدین به ریاکشن به موزیک ویدیوی جنجالی فنا که چند روز پیش منتشر شده. بریم و بیاییم تا ویدیوی امروزمون رو شروع کنیم. خب ویدیو رو شروع کنم، اگر تا الان کانال رو سابسکرایب نکردین حتما اون رو سابسکرایب کنید، یه دونه کامنت انگلیسی بذارین سابسکرایبتون بمونه، ویدیو رو لایک بکنید، اون رو با دوستاتون به اشتراک بذارید و شبکه‌های اجتماعی من رو هم دنبال بکنید. این ترک چند روز پیش منتشر شد، یه عالمه قبل از اون تبلیغ شده بود و هی میگفتن که قرار این ترک بیاد، این موزیک ویدیو بیاد، آرتا، کوروش، سپی و ساما ویلسون. بریم ببینیم که این موزیک ویدیویی که انقدر تو کامنت ها به من گفته بودید که حتما گوش بکن، حتما تماشا بکن و ریاکشنش رو رکورد کن، قراره چی باشه. اوه وای، این آقایی که داری میخنده چه خوبه، نگاه چه دندوناش چه برقی میزنه. این پسر سیاه هم میذاره برای ماشناس. چقدر قیافه این یه جوری بود. میریزن ساعت هر جا میدیم فنا تهران هم هر وقت ترک ما میدیم حواس. او مای گاد، 10 ساله گاهی دیما کافه نیست برام، مثل ما کسی زاخه تو بازی نیست سلام، نبینم اکی به تو نواجی این برام. واو چقدر خوب شروع شد، شد چقدر از حرکت دوربین خوش آمد، از دنسشون خیلی خوش آمد. ای بل فنا. پس معنی این فنا طرفدار است. من هی داشتم تو ذهنم فکر میکردم فنا یعنی به فنا رفتن، نابودی یا طرفدار است. پس این منظورش از این فنا این بود. چه چیریپی هم دارم، نبینم اکی به تو نواجی این برام. میدمت فنا، میدمت فنا. Oh my god. میدمت فنا، میدمت فنا. Oh my god. میدمت فنا، میدمت فنا. چقدر کورسش تمیز و باحال بود. میدمت فنا، میدمت فنا. میدمت دست طرفدارام که تو رو به فنا بدن نابودت کنم. واو خیلی خوشم اومد. چقدر کورسش باحال بود بچه‌ها. واقعا فکر نمی‌کردم. میدمت فنا، میدمت فنا. میدمت فنا، میدمت فنا. دنسش. میدمت فنا، میدمت فنا. میخواستم بگم از این دنسای خیابونیه که خیلی باحاله، حالت گنگ داره. بعدم چه خسته که دیرشون خوبه. چی شنیدم؟ یه چی؟ میدمت فنا، میدمت فنا. میدمت فنا، میدمت فنا. چاقی چرسه تو خممون جیگر، میان دوتا کل گنده اینو گیرم. شاد خممون جیگر. آره اینو گفت. چرا اشتباه شنیدم؟ میدمت فنا، میدمت فنا. میدمت فنا، میدمت فنا. چاقی جرسه تو خممون جیگر، میان دوتا کل گنده اینو گیرم. دکی بود تو گیرم، میان دوتا کل گنده اینو فلانم. دوتا کل گنده کیو داره میگه؟ داره بچه من نگفته بودی دیسه واقعا. بعد چرا باید آرتا بیاد جرشا رو دیس؟ اگه میدونید تو کامنت ها به من بنویسید. I don't know. فنا، میدنت فنا. چاقی جرسه تو خممون جیگر، میان دوتا کل گنده اینو گیرم. دکی بود توی جیبم، بچه خوش که میدم خرج کل پول تیه. بچه خوش حتی کوکو روی سینش کسه میده خرج جون تو توی جیبم. اول اینکه میگه انقدر من مایه دارم، پول دارم، میکشتم بعد خرج دیتم میدم و جیبم پر پوله. بعد یه چیزی گفت باز اینجا رو من نفهمیدم. توی جیبم بچه خوش که میدم خرج کل پول دیه، کل پول دیه. رد کوکو روی سینش کسه میده خلصه روی سینش. بعد چی میده خلصه؟ چی اینجا رو چه نمیفهمم؟ توی جیبم بچه خوش که میدم خرج کل پول دیه، رد کوکو روی سینش کسه میده خلصه. بعدی میزده ولی من نمیفهمم. Great as a fall time نگاز دخوا اکس گوته روی سینم بیا داخل گل شب و ما که تا باز را میری مرجا ما شرک سند زرف چون ست و خون شهر را مرز داران جنت. واو همین محلهای تهران ونک شهر را مرز داران. واو فرزاد گفت چی گفت؟ Great as a fall time نگاز دخوا اکس گوته روی سینم بیا داخل گل شب و ما که تا باز را میری مرجا ما شرک سند زرف چون ست و خون شهر را مرز داران جنت. آباد ونک تا بان فرس و فرنگ تا کت زراف و زفر بابا یه صد بلاش ولنجک و بری یه صفه چند. واو ولنجک و همه رو گفت از پایین تا بالا. و من فرحزاد خیلی اون موقع با دوستان میرفتم یادش بخیر. و حالا که گفت یاد اون افتادم. ای بابا ران جنت آباد ونک تا بان فرس و فرنگ تا کت زراف و زفر بابا یه صد بلاش ولنجک و بری یه صفه چند چغال. ای بابا یه دقیقه خیلی خوب بود این داشت.
رانجان تو بود فنگ تو بان فرس و فرنگ تو کت زراف و زفر بابا یه صد بلوش فلنجک و بری یست و پچم چغال ای بابا یه دقیقه وایس دیگه دیگه نمیده بهم چیز بعد دیلر منو دیده ترسیده میگه این یه شب میره میشه مک میلیونی میشه شب میشه شرطی رو ویدو زل زیرش کیترک میده انقل لش دیگه زیر پن لش او اولا که دمش گرم خیلی دوتاشون خوب خوندم من خیلی خوشم اومد دوم که چقدر کوروش داره تند میخونه نمیده بهم چیز بعد دیلر منو دیده ترسیده میگه این یه شب چی باشه میره دیلر حالا اونی که چیز میده من باشم چاقال ای بابا یه دقیقه وایس دیگه دیگه نمیده بهم چیز بعد دیلر منو دیده ترسیده میگه این یه شب میره میشه مک میلیونی میشه شب میشه شرطی رو ویدو زد زیرش ترک میده انقل لش دیگه زیر پهمین چنیمه دیل سنگینه کوری کیره شمنی که بیله میزه ده میله صد میلی پاد زده میده کش میله کیره خرشی که تیمه دیگه دیگه تزیه آخ خیلی تون میخونه به فلانش هم نیست که سنگینه کوری کیره شمنی که بیله میزه ده میله صد میلی پاد زده میده کش میله کیره خرشی که تیمه دیگه دیگه تزیه دیگه ربنی که جدیده سی که ردیه نسل یک جمع دیگه پیره مردین چیه تلخ زبون زهره نیشه سمیه دیگه نسل یکم دیگه پیره مردیه تلخ زبون دیگه بچه ترانزیشنش هم چه باله صفحه داره باز میشه بسن واو چقدر تند خوند یه سری چیزاش رو خیلی متوجه نشدم واقعا ولی بیشترش رو فهمیدم که داشتی میگفت ولی خودش داره با یه نسل یکی تو این ترک میخونه ویلسون با سپی نسل یکی محسوب میشن درسته؟ بعد تو همین ترک داره دیس میکنه اونا نسل یک جمع دیگه پیره مردین چیه تلخ زبون زهره نیشه سمیه دیگه شمشیره تیز سر میره یه تهدیده فلم هاردکور مارکتو بستیم با دو تا آلبوم به پا اگه شرشی یه جا واسه وانتونز پوستتو کندیم کردیمش وانتونز اگه شرشی واسه وانتونز یه جا پوستتو کندیم کردیمش پالتو چقدر پانچ بالی بود چیزه ویدیوش خیلی کیفیتش خوبه انقدر کیفیت ویدیو بالاست که من اصلا حواسم نمیره بدم نمیتونم همزمان دو تاشو هندل کنه مغزم اونو ناچارم نگاه کنم این بر حواسم پرت میشه دیگه شمشیره تیز سر میره یه تهدیده فلم هاردکور مارکتو بستیم با دو تا آلبوم به پا اگه شرشی یه جا واسه وانتونز پوستتو کندیم کردیمش وانتونز میریزن ساعت هر جا میریم فنا تهران هم هر وقت تک ما میدیم حواس ده ساله گاییدیم و کافی نیست برام مثل ما کسی زاخت تو بازی نیست الان نبینم که تو بازی این فرم سپی خلصه قبل از اینکه بخونه من تا حالا ندیدم که سپی دیریل بخونه الان اونو دارن دیریل میخونن سپی هم باید رو اونو بشینه دیگه قطعا ترک موزیکش بخشی که داره میخونه بریم ببینیم که قراره سپی چیکار کنه چیلی پیش معلومه با حال بخونه بیزن ساعت هر جا میریم فرم ده ساله گاهی دیما کافی نیست برام مثل ما کسی زاخت تو بازی نیست الان نبینم اکی به تو ناجی این فرم شده بیزنس و حسن اوقتی دفعه میگه تر کنی ام سال پاپی سیز کچل تو بین و هم میام شبیه استیل و یارو تو نیستان آبی شبیه استیل و تو نیستان آبی نیستان آبی هم چیز اون سریاله رو میگه کی بازی کرده بود توش اسم بازیگراش یادم نه ولی گریماشون خیلی باحال بود من توی چیز دیده بودم تو سایت های فارسی که میگشتم قیافه سفید چه باله کیو داره میگه تو نیسان آبی مهران غفوریان بود کچله آره شده بیزنس و حسن اوقتی دفعه میگه تر کنی هم سال کبی سیز کچل تو بین و هم میام شبیه استیل و یارو تو نیسان آبی بوله رفتم کردن هیت هم سری تو که بگ دادم بشون یه پیج هم پرید دوربینو توی فیس هم جایدن و لحظه سوتی هم پیشن شدیدن و چپ من بگیرن چیز و نکت های منو اون جنگ که داشت دوباره به تیکه میداخل پارسالی که تا دیسشون کردیم برداشتن پیجمونو فروندن چل تو بین و هم میام شبیه استیل و یارو تو نیسان آبی بوله رفتم کردن هیت هم سری تو که بگ دادم بشون یه پیج هم پرید دوربینو توی فیس هم جایدن و لحظه سوتی هم پیشن شدیدن و کلمه ها الماس یاقوت با ما بد بشی میری توی تابوت اینجا آخرین نفری که شاخ شد بکسم بردن شخانه تا گور با بچ مچ آخرین نفری که بد شد بکسم بردنش از خونه تا تابوت چقدر یه جوری بود این برام احساس میکنم که یه تیکه هست به یکی نه نمیدونم مثلا مردنش از خونه تا تابوت ولی باحال گفت اگه میدونید چیز خالص من نمیدونم اطلاعات رپی من تو گذشته ها خیلی زیاد نیست ولی اگر تیکه چیزی هستش به حرفاش هم بگید بچا چل تو بم و میام شبیه استیل یارو تو نیسان آبی شاخ شد مثلا مردن شخانه تا گو با بچ مچا فیت کنسل بگو بعد اقبالی داریوش انقدر خوبم دیگه کار نمیکنم واسه گنده ها فقط اینا کار دوست دارم انقدر گندم که دیگه کار نمیکنم فلان چشو باحال اومد بعد گفت داریوش خوش اقبال داریوش اقبالی اون خواننده هست که شبیه من زیاد ترکای داریوشو گوش نکردم مثل ابیه آره داریوش اقبالی اونه
I don't know. ولی من یه سری ویدیو دیده بودم از داریوش تبهکار که میخواست مثل این که با سپی فیت بده، یادم نمیاد، یه ذره با هم دیگه کل کل داشتن که بعد یه چیزی گفته بود بعد دوباره برگشته بود. من اون ویدیوی داریوش تبهکار دیدم که گفته بودش که سپر جان من اینجوری نگفتم، چرا به تو بر میخوره فلان، معذرت خواهی بود تقریبا تو این اینستاگرام دیدم. ولی این داره داریوش اقبالی رو میگه با بچ مچه ها فیت کنسل، بگو بعد اقبالی داریوش. اینا خوبم دیگه کار نمی کنم واسه گنده ها، فقط اینا کار دوست دارم. او به نظرم که این دیس بود. میری زن ساعت هر جا میریم فنا وقت چک ما میدیم حواس ده ساله که دیدیم کافه نیست برام، مثل ما کسی زاخه تو بازی نیست. ویدیوش خوبه، چقدر ویدیوش خوبه بچه، از صحنه هاش، از سبک ویدیوش، از دنسشون، از حرکاتشون، از همه چیزشون من خیلی خوشم اومد. واقعا ویدیوی باحالی بود، مرسی که من پیشنهادش کردید. حرکتای دوری ده ساله که دیدیم کافه نیست برام، مثل ما کسی زاخه تو بازی نیست. ماکس ماسکایی که زدم میدمت فنا، میدمت فنا. میدمت فنا، میدمت فنا، میدمت فنا، میدمت فنا، میدمت فنا، میدمت فنا. این چیه این کلاه اینو گذاشته؟ اوه ساما ویلسون اومد. این کلاه گذاشته خود آرت هاست؟ فکر نکنه فنا، میدمت فنا، میدمت فنا، نه فکر نکنه اشتباه کردم. میدمت فنا، میدمت فنا، یه دونه از اینا خودشونن. من نه چه فنا کامنتی واستان همینا، فقط اجرای ما 5000 نفر، قوی و باهم، خوبم ضعیفم بدن، همین باعث شده ایران نرم. من دارم خود ویلسون توش نیست. آو من فکر نمی‌کردم که نباشه. و اینکه چی سپی داره لب میزنه میگه من نرفتم از ایران به خاطر اینکه به خاطر فنام نرفتم. کامنتی واستان همینا، فقط اجرای ما 5000 نفر، قوی و باهم، خوبم، ضعیفم بدن، همین باعث شده ایران نرم. فن دارم لای تیم راهزنا، فن دارم لای تیم بازرسا، 10 سال دیگه پرا میره باز هوا، پیر بشم میکشم زیر پاد عصا. پیر بشم من باز میکشم زیر پاد عصا، یا بازم من اذیتم بکنی، حتی پیرم که باشم، فرتوتم که باشم، بازم با عصا میزنم زیر پاد، پاد بیفتی زمین بخوری زمین نابود. خیلی تمیزگو خوشم اومد. بدن. همین باعث شده ایران نرم. فن دارم لای تیم را، فن دارم که ترکده هروئین یاد، پیر بشم میکشم زیر پاد اصا. فن دارم آجی کسخل شده، ردی بوده رفته دکتر شده. فن دارم که ترکده هروئین یاد گرفته، هر جا برگرده چطوری. فن دارم اینه ماراتون با یه پا، ولی حرفا و کاراتون رو بپا. فن دارم یه ترکده چقدر اینجاشو بال گفت، از دارم از طرف دارش میخونه که فنایی دارم که از مشکلات و سختی ها و اینا کشیدن میرن و رفتن شدن دکتر مهندس و درست و حسابی. فن دارم که ترکده هروئین یاد گرفته، هر جا برگرفته چجوری برگرده. فن دارم میره ماراتون با یه پا، ولی حرفا و کاراتون رو بپا. فن دارم یه تشکیلاتی که یه پا دو پا. یه پا دو پا. الان گفت من وصلم. او مای گاد، منظورش رو متوجه شدید دیگه. باحال بود. اصلا نمیتونم انتخاب کنم کدوم بخش باحال تر بود. از قسمتی که آرتا خوند دنسش رو خیلی خوشم اومد، انس اولش خیلی باحال بود، کورس کارش هم خوب خوند، خدایی خوب خوند، اصلا سپی هم که نگو، کوروش اونجایی که همه من در محلهای تهران رو گفت باحال بود. کوروش چرا اونو گفت؟ آی تیز کرده بود. آخه چرا میای نسل یکی ها رو چیز؟ آقا ما طرفدار نسل یکی نگو. ولی کلا خیلی کورسش خوب، هم کورسش خوب بود، هم هر کدومشون خیلی شعراشون خوب خوند. من که خیلی خوشم اومد. بچه‌ها مرسی که این ویدیو رو من پیشنهاد کردین. من همیشه وقتی که بعد از چند روز میخوام بیام دوباره ویدیو جدید بسازم، خیلی برام مهمه که اون موزیکی که گوش میدم چه جوریه، حالمو خوب میکنه، خوشم میاد، خوشم نمیاد. و الان خیلی خوشحالم که بعد از چند روز، چون من واقعا دوست دارم هر روز ویدیو درست کنم، اما همیشه این مشکل برام پیش میاد، مثلا از سر کار دیر میرسم خونه، خستم، خوابالود صورتم و اینا، بعد دیگه نمیتونم ویدیو رکورد کنم. اما امروز که اومدم و دوباره ویدیو رکورد کردم، یک ویدیوی عالی بود، خیلی خوشم اومد. مرسی که به من این ویدیو رو پیشنهاد کردین، این موزیک ویدیوی باحال رو، و دم همتون گرم. اگر کانالمو دوست دارین چنل رو سابسکرایب کنید، یه دونه کامنت انگلیسی بذارین سابسکرایبتون نپره. اگر میتونید، حوصله دارید، در توانتون هست، دو سه تا دونه کامنت انگلیسی بذارین. و اینکه بچه‌ها من
یکی از بچه‌ها توی ویدیوها یه ترک از کوتک به من هی میگفت، اسمش چی بود؟ دلم تنگه، دلم گرفته، یه همچین چیزی بود. من انقدر نشستم کامنت های ویدیو قبلی رو کردم، خسته شدم ولی نتونستم اون کامنت رو پیدا بکنم. اگر الان داری ویدیوی منو میبینی دوست عزیز، این ترکیو که خواسته بودی یه بار دیگه تو کامنت اینجا بگو. اگرم شما بچه‌ها، چون خیلی یادتون میشین کامنت های همدیگر رو میخونید جواب میدید به همدیگه، اگر احیانا کامنت ایشون رو دیدین به من بگین که اون ترکی که بچه‌ها درخواست داده بودن خیلی تو کامنت های ویدیوی قبلی از پوتک کدوم بود. دمتون گرم، خیلی دوستتون دارم، امیدوارم همه لحظه‌های زندگیتون پر از شادی، موفقیت و گنگ بودن باشه، انقدر بتونید برید به جاهای بالا برسید که بتونید همینجوری واسه همه شاخشونه بکشید به قول سپی، دیگه اصلا لازم نباشه کار بکنید و کاری که قبلا کردین درآمدای آینده‌تون رو بسازه. خیلی دوستتون دارم، تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون باشه. تا اول از همه پولدار شید و بعد خوشبخت باش.